بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ده در سای گذشته ما و شما خواندیم که کدام کارها سبب این میشه که انسان در قبر مستحق عذاب قبر شود و اسباب عذاب قبر خواندیم که یکی شرک و کفر بود، دومش عدم تنزه من البول بود که انسان امی ادرار یا پیشاب خود توجه نمی کنه و لباسهای خود از او حفظ نمی کنه، بدن خود حفظ نمی کنه. این هم سبب عذاب قبر می شد که ما شما خواندیم. دیگه سخنچینی که سخن یک کس می گیرن به کس دیگه می برن و این بسیار خطرناک است، سبب عذاب قبر می شه. و به مو حدیث شریف ما شما خواندیم که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله دو شخص دید که در قبر برش وحی شد که نو عذاب می شن و گفت که ای دو نفر یکیشان از پیشاب خود خدا محافظت نمیکرد و دیگهش کسایی بود که سخنچینی میکرد و سخنچینی در الله متعال یک عذاب خطرناک برش داده، به خاطر از اینکه زیاد در بین مردم همی سخنچینی سبب دشمنی و عداوت میشه. دیگه غلول بود که کسایی که مثلا با فریب مال می خوردن و افطار کردن در رمضان بدون عذر، این هم سبب عذاب قبر می شد. کدام چیزا هست که ما و شما را از عذاب قبر نجات می ده؟ اعمال صالحه به شکل عام برای انسان در قبرش مفید است و انسان از عذاب قبر خلاص می کنه. از جمله اعمالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته هستند که سبب نجات عذاب قبر میشه، اول نماز است که انسان مسلمان نماز به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم ادا میکنه با مو خشوع، با مو اسلوبی که باید انسان نماز بخونه. و در آخر الزمان اولین چیزی که از بین میره خشوع در نماز است که بسیار کسا نماز میخونن لکن مو شکل خشوع نماز نیست و یا نماز به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده نمیشه. مشکلش این است که بسیاری وقتا همی تعصبات زیاد میشه و این تعصبات سبب از این میشه که بسیاری از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم قبول نمیکنن. در عصر رسالت وقتی که آیات قرآن خوانده میشد یا حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم بر یک کس میرسید، فوراً میگفتن که آمنا و سلمنا، ایمان آوردیم و تسلیم شدیم. و اسلام حقیقی نمی هست که انسان مسلمان وقتی که قرآن از مشانه میخونه، قرآن کلام وحی الهی هست و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله هم وحی است. پس وحی با سخن هیچ کس مقایسه نمیشه. تمام سخنهای صحابه و تابعین و تبع تابعین و علماء فقه و رؤسای مذاهب اینا کلشان سخنهای انسانها هست، اجتهادات انسانها هست، اما احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله وحی است. یعنی از عذاب قبر ما وقت نجات پیدا میکنیم که به حرمت احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله به این خوب مطلع شویم. آخر زمان یکی از عیبهایش اینه میست که یک نفر نماز صحیح نمیخونه، وقتی برش بویی که برادر این نمازت اینجاش غلط است، باز سخنهای مردم برد بیان میکنه. وقتی احادیث برش بیان کنی که رسول الله در حدیث خود این تو گفته، این تو عمل کرده، نه والا سب ما این قسمی نمیکنیم. پس اینی مشکل پیدا میشه. مسلمان حقیقی است که اول به حرمت سنتهای رسول الله صلی الله علیه و سلم به ارزش ازی قناعت داشته باشه که چقدر ارزش داره. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر صدیق اگه اجتهاد میکرد، مجردی که حدیث از احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله برش میامد فورا اجتهاد خود ترک میکرد. عمر رضی الله تعالی عنه که به حساب وزیر رسول الله صلی الله علیه و آله بود و همیشه کت رسول الله صلی الله علیه و آله می بود،
و بسیار بزرگ عالم بود در عصر رسول صلی الله علیه و آله، فقهای صحابه بود. لکن وقتی که یک جای اجتهاد میکرد، یک صحابی میامد که یا عمر، اینی سخن از رسول الله صلی الله علیه و آله من این تو شنیدم، فورا میگفت که سخن مرا چی کنین؟ اوستو کنین. علمای مذاهب فقهی، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام مالک ابن انس رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، دیگه علمایی که بودن، اینا کلشان میفتن که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. وقتی که حدیث صحیح پیدا شد، این مذهب ما است. حدیث صحیحی که از رسول الله صلی الله علیه و آله بر تو گفته شد که این حدیث صحیح است، او را کی تشخیص میده؟ عالم متخصص حدیث شناس. وقتی که میگن علما میگن این صحیح البخاری صحیح ترین کتاب بعد از قرآن عظیم الشان است، بس وقتی که حدیث شخان دیده که دیگه باز انسان گپ نزنه، و یا آمنا و سلمنا. صحابه می قسم بودن، تابین، تبع تابین، تا تبع تابین سه قرن اولی که رسول الله هم شهادت داده بود که سه قرن اول خوب قرن هستن، قرنهای خیر القرون قرنی، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. در این سه قرن اولی چی گپ بود؟ خوبی بود که تعصبات قومی و مذهبی و گپا در بین از اینا جای نداشت، بهترین مردم بودن. پسان چی شد؟ پسان مشکلی شد که تعصبات به اندازه زیاد شد که حتی اجتهادات به فرقه ها مبدل شد. والا تو اینی قسم اجتهاد کردی تو کافر هستی، تو اینی اجتهاد کردی تو منافق هستی، تو اینی اجتهاد کردی اینه. این مذاهب به فرقه ها مبدل شد، در حال که در اول اسلام که بود، در عصر صحابه تابعین و تبع تابعین، کل مسلمان ها برادر یکی دیگه بودن، در پالو یکی دیگه استاد میشن، نماز میخوندن. اگر کدام تاش دست خدا سر سینه خود میگرفت یا زیر ناف خود میگرفت، حتی یک کسی دست خدا هم کشال میگرفت، هیچ جنجال نبود. همی که مسلمان است و کلمه میخوانه و عبادت الله را میکنه و توحید الله را در نظر داره و در نواقض ایمان داخل نیست، پیشان بسیار ارزش داشت. حال چی که بس یک نفر که بخی خوب نماز هم بخونه، یک کمک دستش بالا باشه یا پایین باشه، کلگی میخیزه در جانش، این کافر دیدی؟ دست خدا انتگه سبحان الله. تو چطور یک مسلمانه که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله حکم کفر از رو میکنی و از این خبر نداره که رسول الله سمیه من کفر مسلمان فقط کفر. اگر کسی یک مسلمان کافر بگه که او مسلمان کافر نیست. این دست مثلا اینجا مندی، خب مثلا یک نفر خوب کلمه میخوان، دست خدا کمک بالا گرفت یا بیخی بالا گرفت، حال زنا ده اینجا میگرفتنی، در مذهب حنفی هم که دست زنها ده اینجا میباشن، مردا رو میگه زیر ناف باشن. خب حال مثلا خیلی زنها که دست خود اینجا گرفت کلش کافر است. یک مرد یک حدیث صحیح پیدا کرد که دست همینجا گرفتن هست، کافر شد؟ نه. الو خب میگه من همین رسول الله صلی الله علیه و آله دوست دارم، یعنی حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله برام اومد، به این عمل میکنم. این حال مشکل چی شده؟ که این کلش به این خاطر همون نمازی که باید خوانده شده نماز خوانده نمیشه. یک عالم از اون میگه 40 سال من نماز خواندم، نمازی که سبب عظیم میشه که انسان از عذاب قبر نجات پیدا کنه. هر کس میخواد نماز خوانده میره، میگه خودش میگه، میگه من 40 سال نماز خواندم، دمی 40 سال حال و فعل من نشناختم که کی است، چون من در فکرم در نماز است، نه این طرف خبر داشتم که کی است، نه این طرف خبر داشتم، یعنی از پال و فعل خود خبر نداشت. چرا؟ به خاطر ازی که فکرش در چی بود؟ در نماز بود، در عبادت بود، گناه های خود در یاد می آورد، وقتی که تسبیحات می خواند یاد الله را می کرد، در نماز هم تو غرق است در محبت الله. ای دی پالیم که استاد است نفع می دهم، دی پالیم که استاد است نفع می دهم. حال که از چی گپ است؟ یگان تر ببین در نماز استاد است، تو می دهی پالیش که استاد میشه، کلی خودم تو خوبم تو یک توقع می ده، خب کی است؟ باز طرف تو می ده که کی آمد، این ماشاءالله. باز یگان تر ببینی که در ختم نماز می برد میگه که والا استادمی پاچایت یک کمک در نماز کشال نشده بود؟ ها؟ تو چو تو فهمیدی؟ من متوجه شدم. حال تو نماز تا میخواندی یا سون پاچای مسئل داشتی؟ معلوم میشه کی؟ متوجه چی بود؟ ایچ امی خوششو بود. آی نماز ازی بازی ره از عذاب قبر نجات میده؟ کی هیچ فکرش طرف الله نیست، طرف نمازش نیست، طرف رکوع و سجده نیست، ای تنها متوجه است. باز یک کس رو ببینی که سلام که در میته، بابا چی پایات چرا قسمی گرفته؟ اول دست تا جان
ایدمی کل نماز خود سنه. این بچه ها سهل داره که دست کدامش برابر از دست کدامش پایان کنه. این حال خودش که بگوی که تو بخونم نمازتا یک وقتی یک کس دیش سفید بود، سنش کلان بود، برای من بسیار دوست داشت. من اگه فلات را بسیار دوست دارم، افتمالا خیر ببینیم، مام تو را دوست دارم. برم در دکان شکان دفعه که میرفتم، دکاندار بود، چای برم میورد، شیر پیره میورد، چاکلیت میورد. یک روز من پرش گفتم تو قمره دوست داری؟ ما میخواییم که تو یک دوستی بکنم. گفت چی میکنیم؟ افتمالا نماز تا یک دفعه تیر کن، نشه که در نماز کنم اشتباه باشه، نماز غلط نشه. چطور است؟ ای من الجنتی و الناس. ای کدام 30 سال؟ گفتم در نماز چی را میخوانی؟ گفت در رکعت اول همیشه قل والله احد میخوانم، در رکعت دوم قل اعوذ برب الناس. دیگه سوره را میاد ندارم. همی دو سوره را هم من الجنتی و الناس، این حال من الجنتی و من الجنتی، علما میگن که من الجنتی اونجا گفته که ما قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. همیشه شیطان خناسه که وسوسه میکنه. دو قسم است، یا جنیات است جنه، یا شیطان های جنی هست، یا شیطان های چی هست؟ انسانی هست. مذهبی هر دو شیطان به الله پناه میبره. این بیچاره 30 سال نماز خوانده، از باغ ها پناه برده به الله. گفته پاک پروردگار من از جنت به تو پناه میبرم. جنت یعنی مرد جنت داخل نکن. آخر برش گفتم که چی قسم است؟ فلا. آخر برش وقتی که تشریح کردم گفتم این قسم نیست، این طرح است. فالا ما خیلی چطور کنم؟ 30 سال است من این قسم میخونم. این حالی اگه انسانی که اخلاص داره و میخواه از عذاب قبر خلاص شوه، خیر است که وقت نداری، خیر است که یاد نداشتی، بیش یک عالم بیشی، بیش یک حافظ قرآن بیشی. برش بگو کاری سه من سورای نماز یک دفعه است پیش تیر میکنم، چطور است؟ تو گوش بیم ما سوره نماز را پیش تیر میکنم، بکنم یک دفعه گوش بیم. نه، ما مردم افغانستان شیطان در قلبت در آمده که دمی 40 ساله بالا شوید، تو دیگه نه قرآن حفظ کده میتونی، نه درس یاد میگیری، نه فلان یاد میگیری. ما شاخ چیز شدیم، شاخ خشک شدیم دیگه، حالا ما قاط نمیشه. یک وقت در پانتون درس میم، در یک سنف رفتم، یک بچه خیست، استاد حالا اگه بخوایی ما را جور بکنی، ما شاخ خشک شدیم. او بچه اگه که شاخ تازه هستن قاط میشه، ما قاط نمیشیم. ما گفتم ما تو استاد هستم که همین شاخ خشک قاط میکنم، یا مشکرانمش یا سم درس یاد میتونم. گفتم یا درس یاد میگیری یا تو ناکامت کنم که خوب سم بشکینی. ایش سفیده ها در دیگه مملکت ها، ایش سفیده در دیگه مملکت ها که برین که شما مسلمان ها را سهل کنیم. ما شما را خواهیم بعض غرور ها بازی داریم. اسلامی که در بین مردم افغانستان است در هیچ جای دنیا نیست. وقتی که در افغانستان بیه اصلا هیچ اسلام نیست. کوکی اسلام در افغانستان در کجایش اسلام است؟ مثلا شما برای ما بگید در تلویزیونایش اسلام است، در روسیایش اسلام است، در مردهش اسلام است، در هیچ کدامش اسلام نیست. اصلا اسلام کس نگفته برای مردم. امیال مثلا یک کس رو من میبینم بیچاره پدرش فوت کرده، آل خب پدرش فوت کرد، جنازهش دفن شد رفت، خفتن سهل میکنی که 50 نفر قرار شیشته، آل خب چاش نان زار کردین خوردین، خوش و خیلاش بتین بیچاره را. او بیچاره مجبور است خفتنه که باز برای زیاد یک بار میکنه. سواک روز دویش است، ساعت 11:30 بجه ببینی که موترا استارت میشه، کلگی ده خانی از این او مردم موتل است. اسلام است؟ کدام اسلام است که تو او نفر در غم است و تو آمدی شکمت از سیر میکنی؟ روز دویش، روز سهش عین گپ است. کلگی ازی کنده میره، کنده میره، کنده میره، کنده. و من مطمئن هستم همین بیچاره در این روز مرگ پدر خود من شم کتش اگه بیشینی میگه والا استاد یک لک داشتم کلش در مرده پدرم را. این حال شیشتیم بیکار. اسلام است؟ اگر اسلام یه تبلیغ میشد برش میف نهی برادر 100 نفر دوست داری؟ 100 نفر دوست که در روز مرده پدرت 100 خوراک غذا که در خانید بیه تا یک ما میخوری. اسلام میره میگه، اسلام میگه برو شما بیارین برازی، یا میگه نه ما میریم چور میکنیم خانه ازی. اسلام است؟ داروسی. ما مردم افغانستان از غیرت ما کدن، هیچ کس غیرت نداره. بسیار خوب با غیرت ها باش که ما اکس حل کنیم غیرت تانه. داروسیش که بیریسه اول
دموشی میگه، میگن بچه های جوان کس نه؟ میگه تا وقتی که عروسی نکرد 50% ایمان داره، باز که زن کرد ایمان چی میشه؟ تکمیلش میشه. خب من مطمئن هستم در افغانستان در میشه اول عروسی همی 50% اکشام میرن. چرا تا دیروز ناموس نداشت؟ 50% ایمان داشت. امیر روز اول ناموس سخته پیش 200 نفر سرلوچ در چارایی استاد کرد. امیر روز اول در پیشانش تاپید دووسی زده شد. از او که دقیق بیزنیش خوب بود. باور بکن. هم 50% خوب بیچاره ایمان داشت. امیر روز اول که بیری خانمش پیش کرد. رئیس دفتر خدا میاره. تو بیا کت خانم از یکت عکس بگی باز. تق تق تق. کت رئیس دفتر یک عکس میگیره. بچه کاکا. برادر. بچه کاکایت محرم برای زنت نیست. بچه مامایت برای زنت محرم نیست. بچه خالید برای زنت محرم نیست. فهمیدی؟ آل بچه کاکا و بچه ماما و بچه خاله و بچه همه یا بیخی مثل بیادر زنش است. خوی نمی از این نمیشه خرابی شروع میشه. نیست. زن کسی ایورش برش نامحرم است. در بیرون که برآمد خوب چادری کلان چی میگه خیمه. در داخل خانه که سیل کنی که تیورای خاطشش تر دگه همه قصه میکنه. چپ کاکل شام دیگه اینجا برای اومده گیست. چادر اکایم یک دانه چادر اکی گاج در کرلی خود انداخته. وقتی برشان میگه که پس ای بابا در خانه مردم داخل شو یک مرد کلان شیش چا چاق اینجا ای چیتان میشه ای بیادر خانده زنم است. خب ماشاءالله از کجا شد بیادر خاندگی در اسلام؟ مجرده که یک ای دیگه کی است؟ ای بچه جوان که در بین خوارایت میگن والا ای بیادر خانده این دیگه بیادر که خانده دیگه بیادر شد دیگه او بیادر دیگه داخل میشه در بین خانه و تو را باور بکنید همین چیزا رو ما به چشم خود دیدیم. این حاله کدام نماز میتونه؟ او نمازی که تو را این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر و نمازی که تو را از فحشا و منکر دور بسازه تو را به حالت خودت و گناه خودت متوجه بسازه که اینی گناه هست. اما وقتی که گناه برد گناه معلوم نشه نماز خوانده میری ای تو را از عذاب قبر نجات میده؟ نمازی که با الله تعهد کنی، نمازی که در مقابل الله استاد شوی، نمازی که معنای نماز بفهمی به الله ما چی گفتم. دوم چیزی که از زکات است. زکات یکی ای چون اساسات اسلام است، نماز است، بعد از زکات است. زکات است که از ارکان اسلام است. آل زکات چی شده؟ زکات تو شده که کاملا فراموش شده. یک نفر پرسان که چند دفعه حج رفتی؟ میگه 7 دفعه حج رفتیم. بگو چند رفعه زکات دادی؟ یک قران نداده. خب همین پیسه که برای حجت نگاه کردی $3,000 $4,000 مصرف میکنی سر تو زکات میشه نمیشه؟ بسیاری کسا سر زکات فرض از قرار بر خود یک راگه که جور کرده تو یک ملاگه که عاجز پیدا کو کمی هر گپ آب گویه ات مردم که زنگ میزنه برای ما خود زنگ نمیزنه که حق بفهمه میخواه که امو باطل خوده در تلفون سر تو تایید بگیره. ما 100 گرم اکتلا دارم استاد. امیره گفتن سرش زکات نمیشه. خیلی که مفتی سای برای من خیلی چرا زنگ زدی؟ نه خو گفتیم یعنی شما هم یک تایید کنین. او برادر از 84 گرام که تلا زیاد شد زکات میشه سر 84 گرام. نه. استاد دیره گفتن که زرزی زکات نیست و ما چون فلان اقا فلسفه میگن. برش میگم او برادر عزیز. آل تو برای من فتوا میتی یا از من سوال کردی؟ وقتی که در رشوت است پیسه را گرفتم در فلان دفتر کار میکنم اینمون نفر کارش خلاص کردم بعد از خلاصی کار یک گوسفند برام آورد. آلبرتو گوسفند میاره برام مرغ چرا نمیاره؟ حالا خو نمی رشوت است که تو کار میکنی چی است؟ در مقابلش پیسه میگیری نمیش رشوت است. استاد ولی ما سابق و قسمی که منداختی قمار میشد حالا که لدو میزنی ای چی هسته؟ خوی هم قمار است. نه استاد ای خود در موبایل است. اینا لله و اینا لله جون. خب قمار است.
از طریق موبایلم قمار بشه از طرف اینال که ببینی نمیخواه که دین برای خود چیز کنه. سرش زکات فرض است ولی زکات نمیده. دیگه روزه هست که از جمله چیزایی که از عذاب قبر انسان خلاص میکنه روزه هست و فعل الخیرات و انجام دادن کارها عبادت هاست. امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصلاح بین مردم. صدقه صدقه هست و صله و صله رحم است. حالی بسیاری کسا را ببینی بسیار دیندار است اما صله رحم کاملا قطع است. صله رحم چی است؟ در یک کلمه گپ کت یک نفر به ماها ماها گپ نمیزن. کت بچی کاکای خود جنگیز، کت باچی مامای خود جنگیز، کت خانی مامای خود قار است، کت عمه خود قار است، کت زیو، کت ازو، کت ازو. یعنی می قطع صله رحم است. اگر اون نامت تو باید بری. اسلام امیره میگه. اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله میگه سل من قطعك. اگر یک کسی امرای تو رابطه را قطع میکنه تو به خاطر رضایت الله کتش رابطه داشته باش. حالا از ما شما چه قسم شدن؟ می روابط هم چی شدن؟ امی به حساب سیالی شدن. فلانی خانه مامد مام خانش میرم. فلانی نامد مام نمیرم. فلانی در فلانی وقتی اینی کار کرد ما میکنم. نه تو که دیندار هستی انسان متدین و با ایمانی است که سونی چهره کس سیل نمیکنه، سونی رضایت الله میبینه. اینمی نفر برای من بدی کرد، من به خاطر رضایت الله کتش خوبی میکنم. انسان مسلمان بسیاری وقتا فلانی نفر من خوش ندارم والا خانیشان رفتم از من بسیار استقبال نکرد اما فلانی بسیار استقبال شد. مرا هیچ کس در مجلس متوجه نشد. تو را الله دوست داره. اکثرا اهل جنت کسایی است که در یک مجلس داخل شد و کس برش استاد هم نشد. اکثر جنتی ها اون مردم است که در مجلس نباشم کس سرش خبر نیست. تو جنتی میشی. ای چی است که مثلا تو در مجلس داخل شوی 200 نفر بخیده در مقابل استاد شوی او 200 نفر هم که استاد میشه 190 نفرش منافق و ریاکار است. امیر رئیسا و وزیرا و طرح که مردم پشت پشش میدونه باور بکن روزی که منفق شوه اگه که سلام شما علیک بگیره یک پله چای هم برش سلام هم میکنه. پشت چیزی نگردین. خوب است که در یک مجلس هیچ کس در قصیت نشه. قرار در یک گوشه یک بشی، عاجزانه بشی، غریبانه بشی. اهل جنت اکثرش این مردم های بینام بینشان عاجز ساده ای قسم مردم هست. این مردم هایی که بسیار تیز و چالاک و مشهور و بسیار چیز هستن الله حفظ بکنه اینا منفعت ندارن. دیگه والمعروف است. معروف هر کار خیری که هست این سبب چی میشه؟ سبب نجات انسان از عذاب چی میشه؟ از عذاب قبر میشه. والاحسان و الى الناس. دیگه احسان به مردم است. در یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث که ایر طبرانی، امام طبرانی و ابن حبان و حاکم نیشابوری و اینا را روایت کردن و ایر گفتن حدیث صحیح است و حاکم نیشابوری میگه حدیث صحیح است و امام ذهبی با این موافقه کرده میگه حسن است. در این حدیث میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که والذی نفسی بیده، قسم است به ذاتی که نفس ما در تصرف از او هست، انه لا یسمع خفق نعالهم حین یولون عنهم. میگه مرده روح عزیز در قبر به این بر میگرده به حالتی که حتی میگم صدای بودهای نمی کسایی که از پیش ازی از سر قبر و طرف میرن چی میشه؟ میگه امی صدای بودهای این مردم که پس از قبر میرن او طرف یا این مشنوه. فا این کان مؤمنن، میگه اگر انسان که در قبر گذاشته میشه مؤمن باشه، کانت صلات و عند رأسیهی، نماز در پیش سرش می و زکات و ان یمینه، زکات به طرف راستش و صوم و ان شماله،
روزه از طرف چپش و فعل الخیرات و کارهای خیر و معروف و احسان به مردم پیش قدمهایش. فیؤتا من قبل رأسه فتقول الصلاة لیس قبلی مدخل، فیؤتا عن یمینه فتقول الزکات لیس من قبل مدخل. میگه وقتی که انسان در قبر گذاشته میشه، ای چهار طرف امی اعمال صالح هزی ایره مثل دیوارها ور احاطه میکنن که وقتی عذاب میه یا برش میگه از طرف من راه نیست که تیر شوی بیر عذاب کنی. فیقوم الصام لیس من قبل مدخل ثم یؤتا من قبل رجله وقال اذا دخل الانسان قبره فان كان مؤمنا احف به عمله الصلاة والصيام. قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فيرده. يعني وقتی که میگه در قبر ازی حتی ملائکه عذاب میه، میگه نماز ازی، روزی ازی، عبادات ازی، کل ازی چی میشه؟ چهار طرف ازی رو میگیره و برش میگه که راه نیست که ایره تو غرس بگیری، محافظتش میکنه. نمازش، روزش، عبادتش، اطاعتش، احسانش، امر بالمعروفش، نهی از منکرش، این کلش است. دیگه چیزایی که انسان از عذاب قبر نجات میکنه، پناه بردن به الله از عذاب قبر. نبی صلی الله علیه و سلم همیشه چی میگفت؟ اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم و عذاب القبر. رسول الله صلی الله میگفت که پروردگار ما به تو پناه میبرم از عجز، از عاجزی، والکسلی، از کسالت که در عبادتت را کسالت بکنم. از این رسول هستم به الله پناه می برد. همی کسایی که در نماز استاد میشه بازگه فاجه کشیده میره و ایش صدایش می برای. از این رسول هستم به الله پناه می برد. کسالت. آدم وقتی که در نماز و در درس را می شینه یکان تا را بینده این درس هم کشیش یک شش دفعه کلیش خون هم تو در درس هم می ره. در نماز هم که در پالش استاد شوی فاجه کشیده میره. رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل، از کسالت، تنبلی. در سر درس که می خواب گرفت تاجد بلور یک وضوی تازه بگو پس بیا. خب با بشاشت و راحت هم در درس بشی هم در نماز. والجبنی و همچنان از جبن، از ترسوگری. بعضی کساس تو ترسوز، تو ترسنده هست که در جلبات هم یک نفر بندی شده باشه ایده اینجا وضوش هر روز مشکنن 20 دفعه. چی شد؟ قیامت چه سرت آمد؟ اگر کل دنیا بخوای، رسول هستم میگه اگر کل دنیا بخوای بر تو ضرر برسانه رسانده نمیتونه، مگر چیزی که بر تو نوشته شده. و اگر کل دنیا بخوای بر منفعت برسانه، منفعت رسانده نمیتونه، مگر چیزی که بر تو چی است؟ مقدر است. خوب میگم، عقیده من خوب است. در اگانجا که ببینی یگان تا رو ببینی در وادی عقیده که گب زدن باشه باز میگه عقیده بسیار خوب است. باز وقتی که عملا بیایه ها، باز عقیدش فرار کرده. کوکی عقیده؟ عقیده صحیح نمی هست که ضرر و نفع از جانب الله هست. والقدر خیره و شره من الله تعالی، از جانب الله هست. اگر برت یک مصیبت نوشته شده باشه قرار آدمی خانم شیشته باشه سرت یک عذاب می. اگر نشده باشه رسول الله صلی الله علیه و آله پروردگار ما به تو پناه میبرم از جبر، از ترس. انسان های جبون بسیار بدبخت هستند. والبخل، و از بخیلی. بعضی کسا نان از دیگه کسا میخورن بخیلی از این روزی تو را کس نمیتونه خورده و تو هم روزی کس دیگه را خورده نمیتونه. باور بکنی هیچ کس روزی کس دیگه را خورده نمیتونه. اما تم انسان که از این زندگی خود اگر روزانه دقیق باشه بعضی اوقات هم یک لقمه خوب تیار میکنی که تمید دانت ببری یک دفعه از دستت خطا میخوره بیوش تو که در پالی شیشه چور میکنه آجل میخوری. اما لقمه در قسمت تو نبود، خوب تیار هم کردی نه خطا خورد از دست. بسیاری وقت هم بودمش. بس انسان اتام یک قطره آبی که در قسمتش نباشه اما رو خورده نمیتونه. وقتی که عقیده اینمی هست، عقیده درست اسلامی اینمی هست. اما بعضی کسا هست عقیدهش ادعا میکنه، خصوصا همی طبقه جوان ما بسیاری وقتا دیدیم دواده گب زدن که باشه دیگه در آسمان هفتم چکر میزن. اما وقتی که شکل عملی اومد باز که ببینیش کمرش وخ شکستن. چرا؟ والله صاحب این تو حالت هست. نه برادر،
اگر الله تو را بخواه امتحان بکنه، صحابه که امتحان نمیشدن جگر خون میبدن که چطور امتحان نشدیم. وقتی که امتحانات میه بسیار خوش میشه. دیروز یک کس اومده پیش من، والا استاد اومده می درس می مچم فلانی در خانی ما مرات تو گفته چهار کلمه، دو کلمه گفت بگفتیش شر از گریان داره. او دوست الله به خاطر دین اگر کس تو را یک چهار کلمه زشت بگویه، قاعده همی قسم است. اگر به خاطر دین، امیر رسول الله هم تا 40 سالگی ابو لهب هم دوستش داشت، ابو جهل هم دوستش داشت، کل مردم دوستش داشتن. چه قسم دوستش داشتن؟ وقتی که حجر الاسود هم میماندن گفت هر کس که آمد فیصله کنه. وقتی که رسول الله هم داخل شد گفتن اوه محمد است، این دیگه بسیار خوب عادل است. کل قوم راضی بودن که این بخیزه چی کنه؟ قضاوت بکنه. کلگی دوستش داشت. امی مجرده که دعوت لا اله الا الله را شروع کرد، کلگی افراشی را شروع کرد، دشمنی را شروع کرد، سرش ترقاندن، از خانه کشیدنش، دوتا دخترش ابو لهب، دوتا بچه های خود خواست که بیچینین. دوتا دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح بود برای کی؟ دوتا بچه ابو لهب. ابو لهب بچه های خود که بیچینین. گفت ما شما را نمی بخشم که زنایتان را طلاق ندین. چرا؟ گفت ای دخت ای میخوایم که قلب محمد صلی الله علیه و سلم جریحه دار بسازم. دو تا دخترای رسول الله صلی الله علیه و چی که پس؟ والا ما را شوهرای ما طلاق داد. اینال سر خانمش تومت کردن، دخترایش طلاق دادن، خودش قصد قتلش کردن، در غزوه دندانایش شکستاندن. تا که عزیزشان رسید کل سختی ها را سر رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردن. آلو تو بهتر استی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ تو به خاطر دین یک کس یک دو کلمه گفت گفتید فقانت کل دنیا را میگیره. اگر تو شیار باشی دین بفهمی، میفهمی که امی سختی وقتی که به خاطر دین سر ما آمد، رتبه پیش الله بلند شد، رتبه بلند میشه، بلند میشه، بلند میشه، تا یکی تو یک شخص دارای مقام عالی پیش الله هست. فلانی بنده به خاطر دینداری چون عقیده توحید داشت، مردم که تزی قطع رابطه کرد، ماشاءالله به پیغمبر نزدیک شدی. به خاطر دین سختی آسرش اومد، رتبه بلند شد. از این خاطر دعوتگرای قوی که هستن هر قدر که سختی رو در دین ببینن میفهمن که به مو اندازه رتبه ما پیش الله چی میشن؟ بلند میشه. هیچ متاثر نمیشن لکوونه مستقیم به خپل مکانیم که بهار را باندی راسی که خزان. اما بعضی دیگه هست که مجاید یک کمک یک نفر برش گفت که وی ریش ماندی القایده شدی، صبح که بیای وقت کمک های خودا که بم بم کردن. ی چرا تو شد؟ والله ما را کسو گفت که چطور؟ دمیه کلمه شیطان آخو کار میکنه. یک روز یک تا آمده پیش ممرشی والله اگه سادمی ریش تکل کنی و خوب آمده درچی درشی لکس بپیشی ایت قواریت مقبول میشه، چطور میشه، چرا میشه؟ ما افتم خیر ببینیم مدیر سای گفت مخ مدیر نیست. ما افتم نه مدیر هستی. گفتم خوب فکر کن باز مدیر هستی. یعنی حالا اگه گفت من بشنوه منظور من این بود که همی شیطان هم کابینه داره. از رئیس جمهور گرفتن، باز وزیرا داره، مفتیا داره، مدیرا داره، مدیرای عمومی داره، آره شیطان آمده این چیز دیگر پیدا نکده مرد این پس پیریدیش به قلب بکنه. ایناله نباید متاثر شوی، نباید متاثر شوی. اینال دعوتگرایی که دین درست میفهمم اسلام شناسی نمی از وقتی که مزاج دین فهمیدی راحت هستی، راحت راحت هستی. انسان که اسلام درست بشناسه در پای پیاده روان است، اینقدر احساس عزت میکنه که یک نفر در یک موتر بسیار لکس و بیستا بادیگارد موتر 50,000 دلار است، او دمو مقل عزت نمیبره که این نفر در این پای پیاده خود چی میبره؟
لذت نمیبره. از کچولو تو مزهش میده، گودیگر کباب هم تو مزه نمیده. دین یک لذت خاص داره. ذاق طعم ایمان، ذاق رسول الله صلی الله علیه و آله میگه ذاق میچش لذت ایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. یعنی اگه کس حقیقتا به خالق بودن الله راضی باشه که او خالق است قوی با عظمت که زندگی و مرگ و کل چیز در تصرف از او هست، مالک کل چیز او هست، از کتکت از ترامپ هم نمیترسه، میگه چی خیلی لابد هست. الله اگر بخواه حفظ بکنه برای ما و شما بسیار مثالش زیاد است. مادر موسی علیه السلام سیکو بچه ها که شکر گفتن که دشمن ها میایی میکشه، الله گفت برو پرتش دریا. گفت ما هم بچه تا پس برات میگردانیم، امیرک در دریا انداختیم، هم حفظش میکنیم هم مصارفشه باز از خانه فرعون برات میریم، هم باز تو غذاهای خوب خوبش از خانه فرعون برش میاد. چی شد؟ مادر موسی علیه السلام بر اساس امر الله بچه خدا گرفت، ظاهرا سخت است نه، بچه خدا گرفت در بین صندوقچه یک مونده دریا انداخته شد. چرا این کارو میکنی؟ شوهرش گفت، گفت مرا الله گفته که پرتش ما هم انداخته میشه. خب وقتی که ایره میبره در پیش قصر فرعون، این بچه که پس اونها میگیرن، حال برزی کسی ضرورت است که شیر بده؟ وقتی که بچه که میبرن که دایه را میارن که شیر میده، قبول نمیکنه. بالاخره خوارش میره برش میگه، میگه که ما برتون یک کس را نشان بدم که خوب شیر دهنده است. گفت بیارش. یکی میره مادرش از فورا این شیر از را میگیره که شیرش را میگیره. ای خانم فرحان برش میگه که ایره تو میبری در کجا؟ میگه میبری در خانهت، ایره خوب پرورش میتی، کالاش ما برت روان میکنم. ای نصیب صندوق کالاست. صندوق کالا کال کالاست، خانه فرعون میاد. فکر کو بر تو غم کالای تا ترامپ بخوره نه رایی کنه چی کالای دریشی های لکس لکس بعد روانه. با موسی علیه السلام ترامپ او وقت حال فرعون ماوش ما ترامپ است، وقت فرعون 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 است، من تو نامایش فرق میکنه. اون نام ازش ریمسیس بود، از این ترامپیس است، وار او را ریمسیس میگفتن، فرعون فرعون ها بدن. از خانه از برش کالا میمد، ات کالای لکس لکس ابریشی میبرش تو کای دی صندوق بستن به تفلک می. این مادرش صبح یک قسم کالا می پوشانش، شب یک قسم کالا می پوشانش، لکس لکس پودرهای رنگارنگ برش می آید، غذاهای رنگارنگ برای مادرش می آید، میوه های رنگارنگ برش می گیره، بخو که شیرت خوب شود برای طفل. اما تو چی مادر از یال کسل می کنه چی میگه؟ خانه از یخ از نان یا پر شد، مردم دیگر هم یاد نان توزیع کرده میرن. الله برش میگه میبینی که وقتی که من حفظ میکنم تو میترسی که میکشش. کشتن خونه حتی ما برش چی رو برش میتم؟ حتی مصارف خانواده شما هم از قصر از ابو دشمن میده خونه ازی. الله که حفظ میکنه، اون حفظ میکنه. امی قصه رو چرا قرآن برای ما و شما میکنه؟ امی قرآن چه قسم قصه میکنه؟ چرا امیره میاره مثلا امیره چرا در قرآن آورده از برای ما و تو؟ خوب وقت تیر شد. نه الله میگه اگر تو مؤمن واقعی باشی که مستحق حفظ مشوی، مده می خانه فرعون تو را نگاه میکنم، در خانه فرعون نگاهیت میکنم. حال ما همی قرآن قصه را میخونیم لیکن با عقیده که برای ما چی منفعت میرسونه؟ الله خود این تو حفظ میکنه. الله وقتی که بخواه حفظ بکنه این تو حفظ میکنه. اگر نه که حفظت نکرد، باز اگر از خانواده فرعون هم باشه باز رو چی میکنه؟ از بین میبرهش. بسیاری پادشاه هاست بچه خودم میکشه، بسیاری پادشاه هاست بیادر خودم میکشه، بسیاری قدرتمند هاست رو میکشه. پس الله متعال نشان میده بر انسان که باید از این درس ها بگیره. پس رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم اینی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. این رسول الله صلی الله علی حرم که بسیار در سن عرض العمر برسم و از عذاب قبر. رسول الله صلی الله علیه و آله همیشه از چی میکرد؟ پناه میبرد. پس یکی از راه های نجات از عذاب قبر چی است؟ این است که انسان مسلمان همیشه از عذاب قبر به الله پناه ببره، همیشه بگه اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر. و سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه میگه کار نبی صلی الله علیه و سلم یعلمنا هؤلاء الکلمات
کما تعلم الکتابه، کما تعلم الکتابه. میگه رسول اصلا برای ما این قسمینی کلمات یاد میاد، مثل که برای یک نفر نوشته کردن یاد داده میشه. میفهمه میشه برای ما میفیره. بگن اللهم اینی اعوذ بک من البخل، پروردگارا من از بخیلی به تو چی میبرم؟ پناه میبرم که بخیل باش. و اعوذ بک من الجبن، از ترسوگری، پروردگارا ما به تو پناه میبرم. و اعوذ بک من ان نرد الى ارذل العمر، پروردگارا به تو پناه میبرم که به ارذل العمر که در جایت افتادی و وضعیتت خراب است، کلگی سرت تنگ است. و اعوذ بک من فتنه الدنیا و عذاب القبر، و بگو پروردگارا به تو پناه میبرم از امتحانات و فتنه های دنیا و از عذاب قبر. این هم حدیث صحیح بخاری است. و قالت عائشه رضی الله عنها، مادر ما و شما ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها، میگه کان رسول الله صلی الله علیه و سلم کثیر ما یدعو به هؤلاء الکلمات، میگه رسول الله این کلمات زیاد دعا میکرد. اللهم انی اعوذ بک من فتنه النار، پروردگارا ما از عذاب دوزخ و عذاب النار و فتنه القبر، امتحانات قبر و عذاب القبر و از عذاب قبر و شر فتنه المسيح الدجال و از شر فتنه مسیح الدجال و از فتنه امتحان فقر و از فتنه غنا. کلش فتنه های خدا داره. سکن از چند چیز رسول اصلا پناه میبره؟ من فتنه النار، از امتحان دوزخ و عذاب النار و از عذاب دوزخ و فتنه القبر و از امتحانات قبر و عذاب القبر و عذاب قبر و فتنه شر فتنه المسیح الدجال که دجال به از شر ازی و از فتنه قبر، فتنه فقر و فتنه غنا. بعضی کسا فقیریش برش امتحان می باشن، برای بعضی کسای دیگه پولداریش برای چی می باشن؟ امتحان می باشن. اردوی ازی فتنه هستن، امتحان هستن. فتنه به معنای امتحان است، یعنی از او امتحان و از این امتحان پروردگار ما به تو پناه میبرم. که بعضی کساس وقتی که پولدار باشه خوب دیندار میباشن، یکم اکثرش سختی آمد، فقر آمد، باز دیگه یک دفعه صاحب کفر شروع میکنه. بعضی کسای دیگه که فقیر باشه بسیار خوب آدم است، پنج وقت نماز میره، همین پیسه دار که شد وقت دش خریده و کیبل است فلانی است، یک قدر فلما و سریالا مست، که باز بیچاره هیچ وقت پیدا نمیکنه برای طاعت و عبادت. انسان مسلمان از اردوش به الله، از امتحاناتش چی کنه؟ به الله پناه بره. پس اینی وسائلی بودن که ما و شما را از عذاب قبر نجات است. اینجا بعضی چیزهای دیگهش هم است که کسی که نجات پیدا میکنه از عذاب قبر شهید است، مرابط فی سبیل الله است، من مات بداء البطن، قرائت سوره الملک، کل لیلت، اینا هم است. بازیش را انشاءالله در درسای بعدی سرش بحث میکنیم. سبحانک اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک.